سلام و درود به شما عزیزان خداوند. من سارا هستم و تخصص من روانشناسی بالینی است. دوستان، هفته قبل درباره مشکلات مالی بین زن و شوهر صحبت کردیم. این هفته می‌خوایم درباره دعواهایی صحبت کنیم که موضوع واضح یا روشنی ندارن. این گونه بحث و جدل‌ها باعث میشه که دعوا و اختلاف‌ها ریشه‌های زیادی به وجود بیارن و بعد از چندین مدت دیگه نشه درستش کرد. با این که پیش پا افتاده هستن، اما میتونن منجر به جدایی یا فاصله زیادی بشن. اگر شما با همسرتون درباره موضوعات خیلی پیش پا افتاده بحث و جدل دارید، توصیه میکنم این پیغام را تا آخر گوش بدید. به دلیل اینکه ریشه اصلی اختلافات معلوم نیست، حل کردن آن هم به راحتی امکان پذیر نیست و بیشتر صحبت ها برمیگرده به تو گفتی یا من گفتم. در این گونه اختلافات، لغتهایی که استفاده میشه زیر ذره بین میره و باعث میشه که از یک موضوع موضوعات دیگه بسازه. زوجهای زیادی هستن که درگیر این گونه بحثها یا دعواهای بسیار پیش پا افتاده هستن، اما متاسفانه خودشون هم متوجه نیستن و این باعث میشه که مشکلاتی در رابطه صمیمی آنها به وجود بیاد. دوستان، این که همیشه با همسرتون موافق نیستین مشکل نیست. تازه موضوع بسیار طبیعی و نرمالیه. اما اگر در هر موضوعی که با هم موافق نیستین بحث کنید، باعث میشه که این موضوع عمیق‌تر و سخت‌تر بشه. یادتون نره که اگر موافق نیستید، دلیل نمیشه که بخواین همسرتون رو قانع کنید. هر کسی یک نظری، عادتی یا رفتاری داره و اتفاقا باید به خواسته ها و نظرات همدیگه احترام گذاشت. اصلا معنی تفاهم موافق بودن با نظر همدیگه نیست، بلکه قبول و احترام نظر یکدیگه است. در این موضوع احترام یکی از مهمترین راه حل برای پیشگیری کردن از بحث های پیش پا افتاده. اگر احترام بین دو طرف نباشه، خیلی راحت میشه گفت که این مشکل بدتر هم میشه. راه حل دوم ارتباطات سالم هستش بین زن و شوهر. توصیه میکنم پیغام ارتباطات بخش دو درباره ارتباطات زن و شوهر رو گوش بدید. مهم هست که بدونید در این موضوع هیچ کس بیگناه نیست، چون ما خودمون انتخاب میکنیم که کی و چطور رفتار کنیم. با خودتون حتما رو راست باشید و اگر باعث بحثی شدید که به سمت منفی کشیده شده، از این موضوع آگاه بشید و حتی این رو اعلام کنید و از طرف مقابل عذرخواهی کنید. از خودتون بپرسید مثلا آیا اولین نفر بودید که در یک موضوع بسیار پیش پا افتاده باعث شدید ایجاد فکر و موج منفی بشید؟ یا اگر باعث اون رفتار شما نبودید، چطور با همسرتون برخورد کردید؟ مثل هر مشکل زناشویی، نمیشه این رو تنهایی حل کرد. مثلا فکر کنید شما همش سکوت میکنید وقتی همسرتون باهاتون بدرفتاری میکنه. باور کنید بعد از این مدت دیگه تحمل نمیکنید و شما هم مثل طرف مقابل رفتار منفی خواهید داشت. پس در هر حال این مشکل هر دو طرف سهمی دارن و باید با هم حلش کنن. در این موارد اگر همسرتون منفی یا خشمانه رفتار میکنه، شما هم مثل یک دشمن رفتار نکنید و با لحن بسیار آروم و دلسوزانه اعلام کنید که رفتار ایشان جالب نیست. حتی میتونید اعلام کنید که این موضوع خیلی پیش پا افتاده هست و طرف مقابل را متوجه ماجرا بکنید. اگر مقصر شما هستید و باعث یک بحث بودید، خوبه که اشتباهاتتون رو قبول کنید و عذرخواهی کنید. این کار اصلا کسر شأن نیست و باید بگم که بیانگر رشد شخصیت شماست. با این که برای بعضی از ماهای این قدم سختی است، اما اگر دوست دارید با آرامش زندگی کنید و باعث جدایی و فاصله نشید، این بهترین قدم ممکن و راحته. دوستان، خیلی مهمه که بدونید این دعوا یا بحث‌های پیش پا افتاده از کجا ریشه میگیره. باید بگم که خیلی کم پیش میاد که مردم از دعوای پیش پا افتاده نتیجه مطلوبی بگیرن. پس معمولاً این بحث‌ها ناخودآگاهه. دلیل به وجود آمدن این گونه بحث‌ها زیادن، اما به بررسی چند تا از اونهایی که زیاد پیش میان میپردازیم.
مشکل اول، وقتی که یکی از شماها رفتار یا نظرش در اموری عوض شده باشه. مشکل دوم، زمانی که یکی از طرفین حس خوبی نداشته باشه، مثلا به خاطر استرس، نگرانی یا خستگی. و دلیل دیگه میتونه تبدیل شدن عشق و دوست داشتن به عادت باشه و دیگه اون احساس قوی قبلی نباشه. دوستان، باید بگم این موضوع خیلی ریشه های دیگه هم داره. مثلا اگر دیگه توجه یا اعتماد نباشه یا کم شده باشه، پس باید حتما فکر کنید چرا احساس همسرتون یا خودتون کمتر شده. کنار این که دنبال راه حل برای حل مشکلاتتون باشید، باید به موضوعای بحث‌ها هم توجه کرد و حتما اون رو بخواین حل کنید. مثلا اگر احساستون کمتر شده، اعلام کنید که کم توجهی شما رو آزار میده تا بتونید هر دوی شما رو این موضوع کار کنید. یادتون نره که این موضوعات دلیل نمیشه که اجازه بدید دعوا یا بحث‌های بسیار زیادی داشته باشید. زوجایی هستن که مشکلات زیادی دارن اما بحث یا دعوای پیش پا افتاده ندارن. هر دلیلی هم که برای بحث کردن داشته باشید، باید حتما بهتون بگم که راه دیگر اینه که با هم وقت بگذرونید و به هم عشق و محبت بورزید. پس توجه بسیار بخش مهمی برای احساس خوب دادن یا گرفتنه. این که با هم بیشتر وقت بگذرونید باعث میشه که رفتار و کردار همدیگر رو بیشتر درک کنید و حتی بیشتر دربارش حرف بزنید. من همیشه به زوجها توصیه میکنم که درباره کودکی و لذتهای جوانیشون صحبت کنن. البته یادتون نره، باید باعث حس خوب دادن باشه، نه اینکه تعریف کردن از کودکی باعث بحثهای جدید دیگه ای بشه. ما باید همسرمون را همونطوری که هستن قبولش کنیم و به دنبال عوض کردن ماهیتش نباشیم. در یه رابطه دو طرفه، ارتباطات و همزیستی باید باعث پیشرفت، دوستی، احترام و همدردی باشه. دوستان، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا جلسه دیگر شما را به دست خدای می سپارم که سرچشمه محبت و بخششه. و چون ما هم از این سرچشمه هستیم، تمرین کنیم تا شبیه اون بشیم. لبانتان پر از خنده، کلامتان آراسته به مهربانی، شیرینی زندگی به کامتان. تا زمان دیگر شما رو به خدا می سپارم.